ماہرین نفسیات د منی چند نز ممالک وقت کی ریسرچ انجام ددن و تحقیق انجام ددن دزی نتیجہ رسیدن کی د منیزی چند ن ملکا 85% مردم مہارتی زندگی کا دور یاد نہ دارن، مہارتی و معرفت و شناخت عزیر نہ دارن کہ قد ہمسر خو قد شوہر خو چی رنگ باید رابطہ داشتہ باشن، مہارتی عزیر نہ دارن کہ چی رنگ اولاد تربیت ہوشن، شناخت عزیر نہ دارن کہ چی رنگ یک اولاد و یک بچہ انسان میتا نہ تربیت کرن و انسان تا زمانی کی معرفت مہارت و شناخت و علم یک کار رہنا دشتہ باشا دوچار مشکلات و دوچار بدبختی ہا مش. امام علی علیہ السلام محمد حنفیہ را یا بارز معذرت کمیل را کمیل ابن زیاد را می فرمایت کہ یا کمیل ما من حرکت هیچ حرکت نیه هیچ کاری نیه الا و انت تحتاج فیها الى معرفه، مگر کی تو برای ازو کار و برای ازو حرکت نیاز دا شناخت و معرفت داری. یعنی ایگو کار را میخوای انجام بدی باید اول شناخت زور داشته باشی، مهارت شیر باید داشته باشی، علم شیر باید داشته باشی. یک زن و مرد امیر آواز شیر اسلام کنیم در او آواز میده سیتی میده، وقتی که یک زن و مرد دمن یک خانه زندگی مونه، اگر ای زن و مرد هر دویشی مهارت زندگی کدور نداشته باشن، معرفت و شناختی و علم زندگی کدور نداشته باشن، اینها خانه ای را که جور مونه بنیاد یزو خانه یک بنیاد حکیمانه نموشه دیگر، بلکه یک بنیاد اثر جهالت موشه، جهالت بنیاد یزو خانه ریشته. امزو خاطر دمنی ازو خانه تاریکی است، دمنی ازو خانه ناامنی است، دمنی ازو خانه تمام روز واویلا و شرشور و خلاصه بکوب بزن است خلاصه، چون بنیاد چقدر معرفت اشتا نشده، بنیاد چقدر جهالت اشتا شده. امزو خاطر ناامنی منی ازو خانه، شرشور است منی ازو خانه، تفاهم انڈرسٹینڈنگ نیه دمنی ازو خانه، اینی است عزیزانی گرامی. لہذا انسان باید، یعنی دیا کلمہ میں تنیم بگیم کہ دمنی ازو خانہ بی ادبی است، یہ دو نفر دو دن آدم بی ادب دا کنار ایک دیگه قرار گرفتا خانہ را جہنم تیار مونا. دیشاو خدمت شما عرض کردیم عزیزان گرامی کی ادب دا بسیاری از جاها قابل تصور است، در رابطه انسان قد خدا ادب قابل تصور است، در رابطه انسان قد دیگر انسان ها کی استوام قد زیاد ادب قابل تصور است، رابطه بین زن و شوهر، رابطه بین اولاد و پدر و مادر، و حتی عرض کردیم که رابطه بین خود انسان و خود چی، یعنی انسان خود چی باشه و خود چی در تنهایی هم ادب قابل تصور است. که دیشاو یک دن مثال شرمو د منیم زو روایت از رسول خدا دادی عزیزانی کرام، وظیفه ای که مو شمو داریم عزیزان محترم خوب توجه کنین، وظیفه از مو است که مو باید ادب حاصل کنیم، ادب باید کسب کنیم. این نفس انسان جوانای عزیز یک تر موجودی است که اگر آزاد بیل شرنه تمایل داره به سمت بی ادبی کردن. همین نفس از خود خور اگر تو آزاد بیلی رها بیلی
دل چی میخواه بی ادبی کنه طرفی بی ادبی کدن میل پیدا مونه و تو باید قچی جنگ کنی مجبور کنی شیر که نه باید ادب داشته باشی دائما باید درگیر باشی قد نفس خود ما روایت شیر بی خانم از امام علی سلام الله علیه میفرماید النفس مجبولتن علی سوء الادب نفس انسان مگه همیشه به سمت بی ادبی تمایل داره اگر آزاد بیلی شیر مگه والعبد مأمور بملازمة حسن الأدب اما زود دفعه عبد خدا وظیفه داره دیوتی داره که نفس خود خود مؤدب بیله با ادب تربیت کنه شیر بگه نه ما بی ادبی نمونم ما باید ادب داشته باشم والنفس تجری فی میدان المخالفه اما مگه تو درو نفس خور مگه ادب داشته باش نفس تو قدستو ده منیزی میدان مگامیشه مخالفت کنه نه بیا مگه اینی بی ادبیر کنی فلان بی ادبیر کنی فلان بی ادبیر کنی مگه همیشه تو باید قد نفس خود درگیر باشی جهاد بین نفس خود امیره مگه دیگه والعبد یجهد بردها عن سوء المطالبه والنفس وعبد همیشه درو جهاد مونه کی امی مطالبه های منفی و مطالبه های بد و بی ادبانه نفس را قبول نکنه گوش نکنه بگه نه ما گوش ننم حرف های استوره ما نمی خواهیم بی ادبی کنم از او بعد حدیث را پیش مورم مگه فمتا اطلق انانها فهو شریکن فی فسادها الله اکبر امام علی سلام الله علیه می فرماید مگه اگر ایک انسانی نفس خود خور لگام شیر آزاد بی لئیل کنه بزو بعد اون نفس شی بوره گو فساد انجام بده امام علی مگه این انسان د فساد نفس خچی شریک است تو شریک جرم تیار میشی مگه نفس اماره تو رفت گناه انجام داد بی ادبی کرد تو هم مگه د منیز بی ادبی چی شریک است بزو بعد می فرماید و من اعان نفسه فی هوا نفسه فقد اشرک نفسه فی قتل نفسه الله اکبر ایرنگا حدیثا را صرف امیر کلام ہی میتنا بیان کرنا آغا امیر المؤمنین مگا اگر یک انسانی نفس خورا برای بدست آوردن خواہشات نفسانی کمک کا نشیرہ مگا این نفس خور میگر نابود منا و خود اس تو دا قتل نفس خور شریک مشی مگا اگر تو نفس آزاد بیلی او ہوا پرستی منا و اس تو خیلی بی ادبی ہائی میں خواہ فساد میں خواہ اگر او رفت دزی بی ادبی ها و فساد ها رسید خود خود نابود مونه و توی انسان در نابودی و قتل نفس خود شریک موشی زبان مکنه عجیب است دوستای گرامی لحاظا ادب خیلی مقوله مهمی است خیلی مسئله مهمی است عزیزان گرامی اجازت بدین امشاو یک خصوصیتی ادب را خدمت شما عرض کنم یکی از خصوصیات ادب این است که ادب باعث میشه احساسات انسان در تحت کنترل آدم بمونه احساسات تو تحت کنترل مونه چی احساسات خوب چی احساسات بد چی فیلینگز خوب چی فیلینگز بد در تحت کنترل تو مونه مثلا اگر یک انسانی ادب داشته باشه اگر یک کس را خوش داشته باشه ادب چه شیر مگه تو که اور خوش داری خیلی زیاد تمام روز نگی ما تو رو خوش دارم انسان حیا مونه زی که تمام روز رو بگه ما تو رو خوش دارم افراط نمونه زیاده روی نمونه اگر یک انسانی از ایگو کس متنفر شونه اما اگر ادب داشته باشه ای ادب شیر مگه که فعلا مگه مون نهایت و بیش از حد اظهار نفرت قدزو نکو ایر ادب باعث میشه که احساسات شیر کنترل کنه مگه مگه تو فی الحال اگر او زیاد خوش داری قد یک لبخند کار خور بی چلن مثلا فعلا جایش نیه که تو افراد کنی فعلا تو یک مقدار قاش پیشنی خور پندی کنو اگر زیاد از او متنفر شده مثلا کم ذره نشو بدی خیلی افراد نکنو کسا ادب باعث موشه که انسان کنترل کنه بلی احساسات خو عزیزانی گرامی شما تو که عزیزانی گرامی فیلم ها یکی از خاصیت های بسیار بدی که داره او یسته که در منه فیلم ها دوزدو وجود داره مخصوصا فیلم های هالیوود را که با شما توخ کنین البته توخ نکنی رنگ فیلم های شیران ما مگم بورین توخ کنین نه تو بورین آجاقا گفت بورین توخ کن بز بورین نه منظور از من یکی اگر انسان مطالعه کنه این فیلم های هالیوود را دو منشن خیلی زیاد است متاسفانه تو
تو اگر ڈائریکٹر شرکت پروڈیوسر شروع کی بابا دو زدو بدا یہ چھرہ دو میز نئی کریکٹر آئی فلم میں سو مگنہ تو کما میں خائم کسا بفهمندنم بینندهار و ویورز خوراونای کی فیلم را تخمونه ما میخوایم دزونا منتقل کنم که این کرکتر چی قدر زیاد ته که تاثیر احساسات خو قرار گرفته که مجبور مشه درو دو بزنه ای قدر ای ته که تاثیر احساسات خو قرار گرفته که درو فوکش میده دو میزنه درو کس از اولا با او سین کی منیشی جنگ است و مشتری و خون خرابه و ای چیزا است و اونا خود سر جایشی که درو هم احساسات خوره کنترول نیا برایش نشان میده و در چی وحشتناک صورت نشان میده درو کسی از اول با احساسات عاشقانه رم می کار رکده قچی احساسات عاشقانه رم درو در یک شکل و صورت عجیب و غریبی درو نشان ده دره فیلینگز یه زنار درو یعنی فیلم و سینما را گرفتن جای اظهار احساسات تیار کده کی آدمای بهنر آدمایی که یاد نداره کی نشان بده کی یک دنه کرکتر و اکتر اگر زیاد قارشیمات غصیشیمات قد یک عرض کده موتیم در زبانی از رگیز مو قد یک قاش پیش نپیندی کدو نشان بده کی بابا چی قدر مایی تیم نفرت دارم مثلا موش نه ای کار شدنی است که تو بجای ازی که بای دو بزنی بجای ازی که بای صد دنه فوش بدی قد یک اکسپریشن چهره خو نشان بدی که ما چی قدر متنفر استو میتیم موشه شدنی است امیر انگر احساسات و فیلنگز عاشقانه را بجای ازی که تو دزو صورت مستحجن و دزو صورت بسیار منفیشی بای نشان بدی و که بسیارم خراب است تو میتونی مثلا قد یک لبخند نشان بدی قدر نگاه محبت آمیز میتونی نشان بدی که چی خدر مثلا اظهار عاشقانه ای درو کرد خب موشه این رنگ هم موشه فیلم تیار کرد مؤدبانه اما چیکار کنیم که ان الانسان یرید الانسان لیفجر امامه نه انسان همه جا میخواید طغیان کنه متاسفانه اینا را مو باید در ذهن خود داشته باشیم مگه جاپانی ها یک ضرب المثل داره وقتی که میخواه مردم امریکا را مزمت کنه امریکنز را میخواه مزمت کنه یک ضرب المثل داره مگه مندکا را تخ کو دان خوری قدر واز گرفته که یمو زبان ریزه داخل حلق شم در او معلوم موشه مگه یعنی از بس شما در اظهار احساسات و فیلینگز افراط مونین زیاده روی مونین چون خود جاپانی ها معمولا زیاد اظهار احساسات نمونن فیلنگ خور زیاد و ترکیب افراطی باشه نشون نمیده مثلا اگر زیاد یکو کس را خوش داشته باشه روی بریج دیدین خم موشه یک دو سه سانتی متر سر این کله را تام میندازه اگر دو دفعه سه دفعه این کار کنه یعنی درو موم را برای است این قدر تور خوش داره اما دیگه خود خور تیکه پاره نمونه افراط نمونه دیگه دمزی هست البته شاید دمنی مذهب از مویم ایشم قابل قبول نباشه مو روایت داریم مگه اگر کسی را خوش داره بر بوگی شیره اما دیگه خود خود تیک کفاره نکو دیگه زیاد خود خود قربان و فدای از او فلان زی عرفا دیگه نزنی قصد اینایش دیگه معنا نداره عزیزانی گرامی چرا مو مگی عزیزانی گرامی که فرهنگ دنیای غرب یک فرهنگ منفی است به خاطر چی؟ به خاطر ازی که عزیزانی گرامی فرهنگ و کلچر دنیای غرب انسان را مگه آزاد باش رها باش هیچ قید و بندی نداشته باش آزاد باش ایگو قواعدی نباشه در زندگی تو ایگو قید و بندی ایگو محدودیت هایی در زندگی تو نباش آزاد باش عزیزی من آزاد باش این ازی خاطر است که مو یه فرهنگ را یک فرهنگ آلوده انسان را مگه تو هیچ یعنی مگه انسان را میخواه بگه یک کلمه انسان را میخواه بگه تو بی ادب باش ادب نداشته باش ما دیشب گفتیم عزیزان گرامی تعریف ادب را که ادب یعنی چی روش درست رفتاری روش درست رفتاری را ادب میگه امروز من تعریف کم اضافه کنیم او روش درست رفتاری که منظم باشه مطابق چند مطابق اصول باشه مطابق یک چارچوب باشه یعنی روش رفتاری را میگه ادب عزیزان گرامی ادب خوب اما دنیای غرب انسان میگه نه آزاد باش هر غلطی که دل تو خواست انجام بده هر چی که دل تو خواست بگی هر چی میخواهد دل تنگت بگوی هیچ ترتیب و آدابی مجوی اونا این قاعده را اجرا کردن آزاد باش تفکر و مکتب لیبرالیزم در او مردم را همین چیز را یاد میده من لیبرالیزم یعنی مگه تو آزاد هستی مگه
آزاد هستی که تمام لذت‌های مادی و شخصی از خود را حاصل کنی. آزاد هستی یعنی کاملا یک انسان بی ادب در و ترتیب در تربیت کدر است در. معنی لیبرالیسم خامیه نه دیگه. مگه خالی احتیاط کنو که آزادی چهار نفر دیگر منی جامعه خراب نکنی، اما خود از خود تو دیگه آزاد هستی دیگه، هر غلطی دل تو خواست انجام بدی، یعنی بی ادب باش. تمام شد رفت. یعنی زی خاطر است که مو فرهنگی آلوده و منفی غرب را کسته در مقابل شی ادب را در او قرار میدی. اما باوجود یزی که سالها این خبیثای قدر خرج کردن، این قدر سرمایه کاری کردن تا بتنن از من دنیا، از من دنیای بشر ادب را ختم کنه، اما ما میبینیم که هنوزم که هنوز است ادب خوبصورتی خود را حفظ کنه. ادب هنوز دیماند داره، ادب هنوز زیبا است در من زندگی های انسان ها، نه تنستنی را ختم کنه. یک صلوات بخوانیم بر محمد و آله. لہذا ادب یک یک خصوصیات چی، یعنی احساسات خورا و فیلنگز خورا تحت کنٹرول تو میرا. ادب یعنی کنٹرول برے احساسات و فیلنگز. مثل کی دیشاو مثال زدم کہ وہ بندی خدای کی مشت برے بینیش ملگا، اگر منفعت طلبانہ سوچ کنا دیگر سن فرصتی حساب کتاب کا دون ملاونا مشت فوراً فوش خورمی دا. یعنی چی؟ یعنی او آدم چون بے ادب است برے احساسات کو کنٹرول نہ دارا، چون بلے احساسات و فیلنگز غضبانی کو کنٹرول نہ دارا، فوراً دو رمیز دا، فوراً فوش رمی دا. اما انسانی کی مؤدب باشا یہ برے احساسات کو کنٹرول دارا، برے فیلنگز کو کنٹرول دارا، دو نمیز نا، معقول و مؤدبانہ برخورد منقدہ زو آدم کس انارا مو بائی طرف شی توجہ دشتا باشی عزیزانی گرد. حالا سوال، مگر چی فائدہ دارا کہ مو احساسات مو کنٹرول باشا، مگر خوب ہے کہ مو احساسات کو کنٹرول کنی. بلی عزیز من، احساسات و فیلنگزی کی کنٹرول نشونا مثل یزو ایٹم بم وریستا کہ تمام جائے را نابود منا. اگر کنٹرول نشده باشا فیلنگز انسان، احساسات تو اگر دے زیر کنٹرول تو نباشا مثل ایٹم بم تمام جائے نابود منا. اما اگر احساسات کی کنٹرول شده باشا این مثل یزو اٹومک انرژی وری مشه کی تو دا اٹومک بجلی گرم بری از منیشی بجلی پروڈکٹ منی، الیکٹریسیٹی پروڈیوس منی اسی، یعنی هدفمند منی شره، از جایش بهترین استفاده منی شره. اینیا احساساتی که کنٹرول شونه قدرت میده انسان را. این احساسات انسان اگر کنٹرول شونه انسان را مضبوط منه، راه رواز منه. اما این احساساتی که کنٹرول نشونه انسان کمزور منه، ضعیف منه انسان را، باعث ضعف بشر مشه عزیزانی گرامی. واقعا نمیترس. حالا احساسات را کنٹرول کردن خیلی دایرهش وسیع است. ما امشاو یک چند تا مثال هایش را خدمت شما عرض منم. مثلا شما تو خین مگا انسان مؤمن سینه‌ش صندوق اسرارش است، اسرار مردم را دمن سینه خود دفن مونه، میل فاش نمونه، چی مرد باشه چی زن باشه. اصلا یک نکته را ما شما را خدمت شما عرض کنم عزیزانی گرامی که بعض اوقات خداوند متعال بعضی از انفورمیشن ها را در شما میده، بعضی از اطلاعات را درباره مردم را در اختیار شما قرار میده تا خداوند متعال مگه ما میخوایم پس ببینیم که تو این موری پیش دیگه مردم فاش مونی یا نمونی. این از این خاطر بعض اوقات اطلاعات بعضی از مردم را در اختیار شما میده تا میخوایم ببینیم که موری فاش مونی یا نمونی. خیلی دل تو میخواه بابا یه خوب بسیار انفورمیشن خوبی است، بسیار بریکنگ نیوز است، بیا برو تو هم دنیا را پر کنو کسته. اما خدا مگه نه، نگی نگی را، بی ادبی است، مگه کنترل کنو بری از خود. آبروی مردم را نبر عزیز من. خدا یک انفورمیشن در اختیار تو داده برای ازی نداده که تو بری فاش کنی مردم را، پیش مردم آبروی مردم رو ببری. واقعا نمیتره، ولو راست باشه ولو حقیقت باشه. امام علی سلام الله علیه محمد حنف یک صلوات بخوان بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. امام علی سلام الله علیه محمد حنفیه را گفت که ولا تقل ما تعلم، هر چیز را که درباره مردم میدانی رفته پیش مردم قصه نکنو. هر چیز را که درباره مردم رفته پیش مردم او چیزهای بدی که تو از مردم میدانی که اگر پیش دیگر بگی آبروی زمورا اینا رفته پیش مردم نگی موگا. بعضی ها بزمده ششتا موگا خب او راست دیگه، ما خود دروغ نموگم. خب عزیزی من، درسته که دروغ گفتن حرام و راست گفتو حرام نیه، اما در بنابر بعضی از روایات بعضی از راست گفتنی ها مثل دروغ ها حرام است. نباید که تو هر راست را بگی عزیزی من. سینه مومن
صندوق اسرار است عزیزان گرامی، حفظ کو آبروی مردم را. امیرنگا یک انسانی که درو درد میکشه، غم در بندی خدا در درد مبتلا است، اگر امی آدم باید شکایت نکنه. روایت ما داریم مگه خیلی پیش خدا اونم تل ثواب داره انسانی که درو درد میکشه، اما انسانی که در بغل دستی ششته پیش از او درو شکایت نمونه. تمام روز زبانی بعضی هر دیدین عادت دار تو یک ریزه مشکل و درد مبتلا نمیشه دنیا و عالم را پیش هر کس که میشنه. ما خو بدبختم، ما خو بیچاره ایم، خبر نیه ما چی بدبخت هستم، در فلان درد ها مبتلا ایم، فلان کار مهم تر شد، فلان جای مهم تر درد نه. او دیگه مگه ما دل مد راستی دل از من درد نه، مگه ویش مگه ما گرده، مگه به خدا گرده از من بس چند سال درد. شکایت بری شکایت. اما یک روز شده امو هر چی درد داری امور منی سینه از خود خو بیلو نگی مردم را. خدا مگه ما ارزش قائل هستم برای زی بنده. البته نمیخوایم بگم که مطلقا درد دل کدو حرام است، نه مطلقا نه، اما بالاخره نمونه بعضی از روایات تو که یعنی بعض اوقات ممکنه درد دل کدو شاید لازم هم باشه. ما نمیخوایم بگم مطلقا این چیز حرام، اما بالاخره یک روایت مدری عجیب و غریبه، این روایت را هم بشنویم. درست ما گفتم که درد دل کدو همیشه مطلقا حرام نیه، اما این روایت را انسان بشنوه. خدا مگه بعضی از شکایت مون از بعضی از بنده های مگه بعضی از بنده های ما چرا رفته مشکلات رو قد دیگه بنده های ما مگه خوش داره که ما هم عیب های شکت مردم بورم بگم، چرا موری مشکلات قد مردم بگی، چرا قد من خدا نبگی. دل تو پر شده، دل تو میخوای قدیگو کس درد دل کنی، بیا قد من خدا حرفای دل پر دیگر، بیا قد من خدا درد دل کنی، مشکلات قد از ما بگی. اینی است، یعنی خداوند متعال خوش داره یک انسان ضبط نفس داشته باشه، در درون سینه خود و اسرار را نگاه کنه. این یکی از دیگر خصوصیات ادب است عزیزان گرامی. پس ادب یعنی احساسات خود را برایش انسان کنترل داشته باشه. شما تو که عزیزان گرامی ادب پدر و مادرها عرض کردم ادب یعنی احساسات را کنترل کدو. پدرها و مادرها باید احساسات یا خود کنترل کنن، ولو احساسات و فیلنگ بسیار خوبی هم است ها، بسیار احساس پدر و مادر احساسات در نسبت به بچه شی احساسات بدی است نه، خیلی احساسات خوبی دار، فیلنگ بسیار خوبی در نسبت به بچه خو. اما مخصوصا مادر، مادرها توجه کن، مخصوصا مادر مگه باید احساسات و فیلنگ خود و در مقابل بچه خو باید در تحت کنترل خود داشته باشه. ما خبر دارم که تو مادر خیلی خوش داری بچه خورا، عشق مونی قد بچه خو خیلی خوش داری شرا، از خاطر یمزی عشق خیلی دل تو میخوای بسیار کارا را برای بچه خو کنی، بسیار چیزا را برای بچه خو بخری. اما عزیزی من مادری گرامی یک مقدار بچه خورا زیاد محبت نه، یک مقدار دمانی زندگی بچه خو کم خوشی هم بیرو، کم دمانی زندگی بچه خو اصول بیرو، قواعد بیرو، منطق بیرو، نظم دمنی زندگی بچه خو بیرو. همش نباید محبت تزریق کنی دمنی بچه نه کوئی کار را. مادر باید توجه داشته باشه عزیزان گرامی. مادر کی باید مثلا حالا این کار را مادر نمونه بزمگه کی حالا مثلا بینین مادر آزاد باشه راحت باشه، بینین مادر قد بچه خو راحت باشه، بینین بچه هم قد مادر راحت باشه، بینو مادر هر کار هر رنگه که دل چی خواست بیل کنه، بچه هم هر رنگه که دل چی خواست بیل کنه، بینین مگه راحت باشه. تا از شروع 7 سال زندگی بچه که 7 ساله موشه، از شروعی که خو فهمیده نموشه که تو چی خاک بر سر بچه خو کردی، چی بلا را بر سر زور دی. اما وقتی که بچه تو 14-15 ساله موشه، از او بعد هر غلطی که دل چی خواست کرد اونو تیمسته که مو فهمی که وای بچه تو چری تر شدی، تو خویی تر نبودی، نه مادر گرامی تو خود تو بچه را میتر پارا اردی، تو خود تو بچه را میتر کردی، این بلاییه که خود تو در سر بچه اردی. تمام شد رفت. از 7 تا 14 سالگی را که تو باید بچه را مؤدب بار میوردی، ادب یاد میدادی، روش رفتاری درست و منظم مطابق اصول و چارچوب را یاد میدادی، یاد ندادی، آن بچه 14 ساله شده هر غلطی که دلش میخواه مطابق هم 7 سال گذشته چون عادت کرده هر غلطی که دلش میخواه مونه، از او باید دانی مادر واز مونه. ای چریه تر شده تو ادب یاد ندادی مادر بیرانی. پدران و مادران توجه کنه، آن بچه که امزروزی که پیدا میشه تا 7 سالگی را تا دل تو میخوای اظهار محبت کنه، خیلی اظهار اصلا کنترل نکنه،
نسبت به بچه که یک تا هفت سالگی است خیلی محبت بگی. من روایت از ما محبت یک قدر محبت بگی که پیمانه روحش لبریز کنه از محبت. تشنه محبت نمنه پدر و مادر اردویش باید همی توجه رو بیده. اما وقتی که بچه تو هفت ساله شد دیگه از بعد کنترل شروع بشه. از بعد باید برای فیلنگ تو کنترل کنی. از بعد مثلا از یک سالگی تا هفت سالگی بعضی بچه ها دیدین از پنج سالگی اسکول موره دیگه، چهار سالگی لا اسکول موره، شش سالگی اسکول موره، پلی گروپ موره، مثلا نرسری موره، کیجی موره. اینا مثلا تا بچه شش ساله پنج ساله از اسکول وقتی که مایه کالای خورا چی ارده دل شد پرتاو منه بیگ اسکول وارده که دل شد پرتاو منه مادرم چون زیاد خوش داره شر میخوای اظهار محبت کنه مور از پس پشتی کالای شر جم منه بیگ شر جم منه تم کارای شر جوراب شر موره او مشره پای شر موره او مشره تم کارای شخصی شر منه. اما مادر گرامی اینمی بچه تو اگر هفت ساله شد تو حق نداری زبادی کارا را کچی کنی ها دیگه اون بچه ای هفت ساله حق نداره وقتی که دمانی خانمات هر جایی که دل شد کالای خورتاو کنه هر جایی که دل شد بیک خور پرتاو کنه نه اون چی دیگه باید تو احساسات رو کنترل کنه نه که مو مادر بچه ما یا الهی قربان چی بورم صدقه چی بورم فلا نه اینا ختم این چی باید کنترل کنی بچه ما باید کالای خود توزو کنی بیک تو جایی که اونون دیگه بچه ما پایای قربانی بوش نی قانون بیرو منی زندگی شی بچه ریزه اگر یک وقت احیانا یک بچه یک آدم کلام را کلام را سلام هم نکد زیاد سخت نگر بریش بر پس سر چپلاق بیزه که سر سلام نکدی نه. اما بچه تو که آف سال شد یاد بیدی از بات چی را تا یک کلام را دید تو که بچه مادم آدم کلام را سلام بونه چارچوب یاد بیدی شی را رویش رفتاری ادب یاد بیدی شی را. اینی بچه وقتی که 14 ساله شد از او بعد دیگه مادر اگر دغم شم نشونه این بچه خود به خود تا 8 سالگی رم که زنده اگر باشه مؤدبانه زندگی مونه مؤدبانه زندگی. اما زدی خود تو خراب کردی مادر گیرانی شد وقتی خود تو خراب کردی بزالی مگه چرا بچه ما ای تر شد. ایک صلوات بخانی بر محمد خوب توجه کردی نزیزانی گرامی واقعا نمی کرد شما تو که ما دیشاو هم گفتی که مادر برای تربیت بچه بسیار رول مهم دار برای مؤدبانه تربیت کردن بچه مادر بسیار محوری رول دار. چرا مو نقشی و رول مادر را بسیار بال مبری و بسیار مهم است شما تو که اهل بیت اسمت و طهارت هم سفارش کده که محبت از مو اهل بیت را دمانه دلهای زنای خود زیاد کنی محبت اهل بیت را مگه دمانه دلهای زنای خود زیاد کنی. شما یک مادر را دمانه دل که محبت اهل بیت را اگر بندازین دیگه کار تمام قدم زو محبت تربیت دیگه این قدر که دمانه روایت از ما سفارش شده که زنهای خورا دمانه دلهای که محبت اهل بیت را زیاد کنین دوباره مردهای قدر سفارش نشده. یک نقطه دویمه نقطه زنها به طور کلی در طرف معنویات از مرد کده زیاد توجه دارد. زنها کلن از مردها کده معنوی تر هستند طرف معنویات زیاد توجه دارد. شما اگر اجازت بدین یک زن خانه شما اظهار محبت کنه نسبت به اهل بیت نسبت به اغامر المومنین نسبت به حضرت زهرا نسبت به امام حسین سلام الله علیه شما تو که نزیزانی گرامی دمانی مخصوصا دمانی مجلس های زنانه بعضی از مردها واقعا ظلم منه در حق زنهای تو که اجازت نمیدن که اونا در منی خانه مجلس زنانگی بیده واقعا ظلم است. چرا محروم منی؟ اجازت بدی زنی استو در منی اینگه مجلس ها رفته محبت امام حسین در منی دل که زیاد مشه محبت اهل بیت در منی وجود که شعلور مشه زیاد مشه در نتیجه چی کار مشه؟ وقتی که محبت و عشق نسبت به ازی حسی ها در من وجود مادر و من وجود زن تو زیاد شنه این زبان یعنی محبت را در من بچه خو و در من نسل های آینده هم منتقل مونه حتی در من خود شوهر هم همی محبت را منتقل مونه مادر اینی هنر را اجازت بدی عزیز من او قدرت اظهار احساسات را که یک زن داره به خدا قسم مرد 5% را هم نداره 5% را هم نداره. یک زن اگر نسبت به اوامر المؤمنین خیلی اظهار علاقه کنه و محبت کنه نسبت به حضرت زهرا نسبت به امام حسین سلام الله علیه اجازت بدین بچه های شما بینگرن مادرهای خوره که مادر چی رنگ درو برای امام علی درو گریه مونه و از بعد بچه نتیجه بگیره مگه وای پس امام علی خیلی دوست داشتنیه دیگه چون مادر ما برای چی رنگ تو خود رو گریه مونه.
امام حسین خیلی دوست داشتنیه که مادر این اندر آورش گیریه، بچه از شب سالگی تربیت مشقت محبت اهل بیت، این هنر رفقت کی داره؟ مادر داره، اظهار احساسات و فیلنگز مونه مادر نسبت به اهلیت. پس سوکی اینی او احساسات یسته که اینجی نباید زنها کنترول کنش، هر چی که میتنی اظهار محبت کن نسبت به اهل بیت، این رپورت نیو ما گفتیم ادب یعنی احساسات را کنترل کردن، اما تا مسئله اظهار محبت نسبت به اهل بیت کنترل نکو تا میتنی دا اولادهای کو نشان بدیش. یعنی از مهمترین فواید اظهار محبت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت است. از زمینه واقعا نمیتن مادر اگر برای احساسات کو کنترل داشته باشه، باور کن عزیزان گرامی، بچه انزی مادر ادب یاد میگیره. مثلا پدر و مادر جنگ که دمانی خو، یک جنگ دمانیشن شده، دمانیشی جنگ مخصوصا مادر برای احساسات کو کنترل مونه، دونه نیز نفشوهر خوره پدر را بدو بیران نموگه، ظرفا و پیلچمچر میده نمونه، جیخ و شور را بدر نمونه، بچه مینگر نداره وی چیزای مادر خوره. وقتی که امینا را دید خدا قسم بچه هم ادب یاد میگره، احساسات را کنترل کدو را یاد میگره از مادر. شما شک نکن بچه ای که با ادب است، شک نکن یقینا مادری با ادب است، مادری با ادب است. اینا از آثار با ادب بودن مادر است عزیزان گرامی، واقعا نمیتر است. شما تو که عزیزان گرامی عرض کردم فیلم ها، حالا این نکتر ما میخواییم عرض کنم برای زی که توجه پس نشده، در او دوستای اشاره مونه که پیش باید تا که پس کش جایی نیه، اما دوستایی که کم پس شکن شما ما عذاب مونه و شما را کم صلوات خنده پیش باید تا که بری دیگه هم جایی واد شده، صلوات برمید. بار دیگر باواز بلند صلوات برای صحت و سلامتی مولا امام زمانہ باواز بلند صلوات، و خوب توجه داشته باشین عزیزان گرامی. ما گفتیم که شما تو خیلی در دنیای امروز فیلم و مووی بسیار عجیب و غریب قدرت داره، در چی؟ در انتقال مطالب در طرف بیننده های خود. یعنی بعض اوقات شما یک کتاب 500 صفحه‌ای را میتونید قد فیلم یک گنتایی در مخاطب از خود منتقل کنید، این قدر قدرت داره در انتقال مفاهیم فیلم. اما متاسفانه در وش مثبت استفاده نمیشه، مخصوصا در من اسلامی ممالک. متاسفانه اصلا مو میتونیم معارف اسلامی خور، معارف دینی خور، مو میتونیم قدم زی فیلم ها در جوان نسل از خود انتقال بدیم. باور کنید این کار شدنی است، اما متاسفانه عرض کردم اسلامی ممالک در این کارا را نمونه. مثلا شما تو خیلی یک فیلمی باشه که یک بسیار سین خوبی داشته باشه، که مثلا منی که یک زن که یک صدای خوبی هم داره، معمولا زنها آوازشن برای مردها جذاب است، این زن یک آواز مطلوب و جذابی هم داره، اما در منی این فیلم میگرنی که وقتی که در آدمی اجنبی و نامحرم روی بوری موشه، این زن آواز خورا نازک نمونه، آواز خورا عاشقانه نمونه تا دلبری کنه از یک مرد نامحرم. متاسفانه این کارا را نمونه. اینجی اینی کار را که این زن مونه برای احساسات و کنترل مونه برای آواز خورا نازک نمونه، اینی را موگه ادب، موگه این زن ادب داره. اینجی اصلا اظهار فیلینگز داره نمونه، ای فقط مایه دمنه گفت گفتوی خو حجاب گفتاری داری آیت مونه. عجیبه مادره از مونه میدم توجه داشتر یا نه که در گفت گفتو هم زن باید در وقتی قد ایک نام احرام گفت نیزنه، قد گفت گفتوی هم باید حجاب را رعایت کنه، دمنه گفت زدن حجاب را رعایت کنه، آواز خور نازک نکو. اما متاسفانه بعضی از زنها آواز خور نازک کده قد نام احرام آگفت نیزنه، آواز خور عاشقانه کده مهربان صحبت مونه قد مردهای نام احرام. یا مثلا بعض اوقات شوخی مونه قد مرد نامحرم مورا مذاق شروع مونه. متاسفانه شما تو که عزیزان گرامی شوخی کدن و مذاق کدن از نظر اسلام یکو کاری حرامی نیست که بگه پابندیه برای مذاق کدو مذاق نکن، نه، مذاق کدن و شوخی کدن یک نیاز روح انسان است، انسان نیاز در شادابی داره، انسان نیاز در نشاط داره، انترتینمنت داره. دین مبین اسلام مختلف نیازها و ضروریتهای انسان را پورا مونه،
اما یک نیاز و ضرورت کی نیاز به نشاط و شادابی ہے، علاوہ از یک نیاز های دیگم در مثل نیاز به حیا، نیاز به عفت، نیاز به غیرت. اما بالاخره برای از اینکه انسان را شاداب کنه و نشاط کنه که اتی ضرورت شرم پورا کنه، مغزیز اون شوخی هم کنه. اما برای شوخی کدو و مذاق کدو اسلام یک حد و حدود قائل بشه. اصلا از نظر اسلام، از نظر اسلام که نه کلن یک مذاق دمنیش سه دن عنصر وجود داره. ایگو شوخی و مذاق منیش سه عنصر وجود داره. عنصر اول جی عزیزان گرامی، عنصر اول مذاق چی است؟ امو کانتنت و محتوای مذاق است. دویمنیشی هدف و مقصد مذاق و شوخی است. سیمنه عنصر جی مخاطب شوخی است. اولیش چی بود؟ کانتنت و محتوای شوخی. یعنی چی؟ یعنی شوخی که در اومونی، مطلبی که در اومونی زو مذاق بیان مونی، اوش کو غیبت نباشه منیشی ها. یعنی شوخی که مونی غیبت نکو مردم را، تهمت نزن بری گو کس. پس کانتنت و محتوا و مطالبی شوخی باید حرام نباشه، غیبت ایگو کس نباشه، تهمت نباشه. دویم چی بود؟ مقصد شوخی برای چی در او مذاق مونی تو؟ این باید در نظر داشته باشی. مقصد و هدف تو باید یک مثبت هدف و مقصد باشه. مثلا هدف از ما شوخی کدو یست که چار دنن آدم را خوشحال کنم، لبخند برای چهره شی ظاهر کنم، اما در عین حال رضایت خدا هم باید مد نظر باشه. اما خدای نکرده وقتی تر نشونه که از شوخی کدو مقصد تو مسخره کردن یکو شخص یا مسخره کردن یکو قوم باشه. خیلی از شوخی ها دمنش یک قوم در او مسخره میشه. ایگو کس آبرویش موره دارو، ایگو کس را تنگ منقش آج کل یه پرینک که در وجود ما دار شوخی منقش مردم تنگ کدو یا یه از نظر اسلام قابل مزمت است. اما سیومنه عنصر شی که توپیک از موسته و موضوع از موسته مخاطب شوخی تو کی باش؟ قدس کی شوخی باید کنی؟ از نظر اسلام تو میتنی فقط قدزو کسای شوخی کنی که در دوران شوخی خودو قدزونا باوندریز حیا و عفت محفوظ باشه. از دایره حیا و عفت برو بدر نشونی، از دایره غیرت و بی‌حیایی از دایره حیا برو بدر نشونی. مثلا مرد باید قد مرد شوخی کنه، زن باید قد زن شوخی کنه. عزیزی من قد همجنس خود یا شوخی کنو، اصلا برو قد محرمهای خود شوخی کنو، خوار قد برار شوخی کنه، برار قد خوار شوخی کنه، همسر قد شوهر شوخی کنه، اولادها قد پدر مادر، پدر مادر قد اولادها شوخی کنه. اما احتیاط کنو عزیز من، جوانی عزیز، دمن رشته دارهای تو هر کس کی وجود داشته باشد تمام شی محرم نیه ها. قد دختر خالق و نباید تو شوخی کنی چون نامحرم است. قد دختر کاکا و دختر اما نباید شوخی کنی. قد بچه خاله بچه کاکا نباید شوخی کنی، اون نامحرم است. متاسفانه کنسپت های دینی و مذهبی از مو خالیشی خراب است. اصلا محرم و نامحرم دمنه دایره فیملی ایچ کنسپت چی وجود ایج نداره. از 50 سال 100 سال است که علماء همی چیز را مو گبره منبره، ای جوان عزیز دختر خاله تو نامحرمه، ای دختر گرامی بچه خاله تو نامحرمه، بچه کاکای تو نامحرمه، کس گوش نمونه که نمونه. متاسفانه خبر ندارم چرا. ای باز بی ادبی خود دمنه مراسم عروسی چی قدر تاکید موشه بابا عروسی آن یک بچه دمنه فیملی یک بچه عروسی شیه، تمام فامیل در گرد ازو جمع موشه، محرم و نامحرم مکس در او میزنن، میرقصن و میکوبن و میزنن. بابا او دختر خالی تو نامحرمه. باش آواج غالی بیگانه خونی از خود است دیگر. عزیز من، من اسلام کانسپت بیگانه و از خودی نیه، من اسلام کانسپت محرم و نامحرم است. تو چرا نمو فامی؟ او دختری که در روی بوری تو دانس مونه، و دختری که تو در روی بوری تو بچه دانس مونی، او بچه والا و بچه خاله تو باشه، بچه کاکای تو باشه، نامحرم است. قد ازو شوخی نکو، روی بوری ازو به حجاب نرو. بعض اوقات در منی مراسم نکاح موری بعض جایا که بنده حقیر کوی مونه خیلی هم فرصت ملا اونم شما، بعض اوقات که یکو جای قبلنا مرف تعالی که علم کدیم نکاح خاندو موری منی مجلس نکاح توق مونی دمزو کمره که دیری رو نشندنا هزار دفعه یا الله موگی بازم که موری متاسفانه حجاب رعایت نموش. قد از مو قاتی چار دن مرد نامحرم و منچقی موش کیه؟ بچه خاله ما یا بچه خسور ما یا فلا بابا تمام هم زنا نامحرم و ریستو خواهر گرانی. اما قد بچه خالق شوخی، قد بچه دختر خالق شوخی کنو شما توخین عزیزان گرامی، اسلام همزی خاطر خو اینی باونریز را درو قائل مشه، درو مگه که ادب داشته باش.
تو چون ادب را اگر نداشته باشی احساسات رو کنترل نمیکنی، مونی که دختر خاله کو شوخی مونی مذاق مونی، که دختر خاله امروز مذاق مونی، صبح روز قد حالت بدحجابی روی بریت مایه، دیگه صبح خدا نخواسته یک گناه سرزد موشه که دیگه قابل جبران نیه. مگر نشده ازی کیسا چقدر دمنه فیملی زدی کیسا شده که بچه خاله دختر خاله بچه کاکا بچه دختر کاکا متاسفانه روی خرسیا کردن. متاسفانه چرا ایتر شد؟ از کجا شروع شد؟ از یک شوخی شروع شد، از یک مذاق شروع شد. بابا دو دن جوان دو اوج جوانی در او قدر دیگه خو مذاق کرد. خوار چی خونی تو ندیگه عزیز من، تو بیرار چی خونی، تو دختر خالیشی و نامحرم هستی. منی سو منی یک دن دختر بیگانه کی از دیگه علاقه تعلق شسته هیچ فرقی وجود نداره. نامحرم نامحرم عزیز من فرقی نداره، بیگانه و از خودی مولا داری من اسلام. اینی مسائل متاسفانه رعایت نموشده من جامعه ازمو و منگرنی که فسادها متاسفانه خیلی زیاد شده رایی من جامعه. خب اینی نا او احساسات است که ادب رای از اینا رو میگره کنترول مونشه. نکو مگر آواز خور نازک نکو، قد نامحرم شوخی نکو. اینی اینا شما توخی منی امزی فیلم زن مثلا فرض کن امو کسایی که در اون فیلم را توغ مونه دارو بچه یا دختر مرتکه یا زن است، تمامی کسایی که در اون فیلم را توغ مونه تصور کن که تمامشن اولاد های امزو اکترس است که منیز فیلم در اون نقش بازی مونه رول پلی مونه. سمجھو تمام یمزو کسایی که درو فیلم توغنه تمام بچه های یمزو زن است و دمانی خانه شی قچه درو زندگی مونه. مثلا حالا اگر دمانی فیلم تا جایی کشونه نشان بیده مثلا چکار موشه تمامی دختر و بچه و تمام درو نگاه مونه ای زن ده منی ازی سینی فیلم چکار موشه ای زن یک مرتبه در دانی خانه شی یک دن مرد نامحرم و اجنبی مایه، یک مرد نامحرم و اجنبی مایه. وقتی که مایا ایزن وقتی که میخوای بر دروازه رواز کنه مثلا اول چادر خور سر کنه از بعد کو مگنه اینی جما باید بری احساسات کو کنترل کنم، نباید آواز خور نازک کنم، نباید در مقابل یک آدمی نامحرم اندام بدن خور نشان بدم. اونور اند شروع مونه احساسات خور کنترل کده قد نامحرم قبضه دور شروع مونه. وقتی که شروع مونه علی کسایی که درو نگاه مونه فیلم مگوا چی قدر زن قدرتمند چی کنترل داره بر احساسات او میتونست دلبری کنه پیش از مرد نامحرم، اما اصلا عقده دلبری کدور نداره، اصلا عقده از اینکه اظهار جلب توجه کنه نداره، کمبود محبت نداره، پر است از محبت و احساسات. بر احساسات هم کنترل داره. دیدی چه رنگ حرف زد؟ چی پیغام خوبی در میلیون ها انسانی که در این فیلم تغمونه در اون مورد داره. ادب یاد میگره، احساسات کنترل کدور در او یاد میگره. زیزان میگره اینیه اینزی زن و اینزی مادر اولاد ادب یاد میگره. زیزان میگره یک صلوات بخوانیم بر محمد. اینیه زیزان میگره مادر. شما تو که یکی از اقسام ادب، ادب را رعایت کردن در لباس پوشیدن است، یعنی آداب لباس پوشیدن. منی لباس پوشیدن هم باید تو ادب را رعایت کنی. خوب توجه کنی، مادرای گرامی توجه کنه، پدرها جو توجه کنه، تمام جوانها توجه کنه، هر کس مسئول است در قبال خانواده. برانی مطالب را بیسندن و خودونشن عمل کنه وریزنا در منی زندگی. یکی از اقسام ادب، ادب در لباس پوشیدن است عزیزان گرامی. اول خو مادر و پدر خود چی باید در بنی لباس پوشیدن ادب را رعایت کنه. هر رنگ لباسی که دل شخص نقصه لباس پوشیدن را باید برش احتیاط کنه انسان. لباس دمنی خانه یک رنگ لباس داریم و آداب داریم، در بروی خانه که بدر موشی یک آداب دیگری در لباس پوشیدن پوشیش انسان، اینا را باید رعایت کنه. عزیزان گرامی شما توجه داشته باشید، یک مادر و پدر نباید اولاد خود را از زیزدگی برهنه بار بید، اوریان بار بیدش. نه، بچه خود را از زیزدگی برهنه بار نید، دختر خود را مخصوصا از زیزدگی برهنه بار نید. لباس های کوتاه در جانش ندی، لباس های نیمه اوریان که از سینامونتی باشه، اسکرت وغیره ازی باشه، اندام بدنش پیدا باشه، از اینا در جان دختر خود ندی. آداب لباس پوشیدن را یاد بدیشی را برای احساسات رو کنترل کنو. نیلو احساسات غالب شونه برای سوی مادر، بس بگی هر رنگ فیشن قیامت مادر دختر کو خوش کنم اونو بنا گلی باسی نا. بس اوقات دشمن فیشن های غلط رده من جامعه رواج میده.
بعض اوقات دشمن لباس های برهنه و اوریان را رواج میده و فیشن کیار منده من جامعه و تم چون خوش کرے دختر خورا بس بیا ماما مرنگ لباس تا جامعه دختر خود نه کنٹرول کو بر احساس هر رنگ لباس ندی نیما اوریان و برهنه لباس ندی دختر خورا چی کار موشه؟ عزیزان گرامی اگر از ریزگی امروز ماهرین نفسیات ای گواهی کنال مزیو اصلا در دین ربطی ندارم ماهرین نفسیات در گواهی ندارم ماهرین نفسیات مگه کی یک دن اولاد نلغی ریزن حتی کمتر از 3 سالگی شخصیت شروع منه جور شدن کرکتر یک اولاد از 3 سالگی پیش درو جور مشدن تو خیال نکنی که بچه 15 ساله که شد کرکتر کو تیار منه نه 15 ساله کو پیر شده بچه اصلا از لحاظی کرکتر جور شده ایشه خیلی 15 سال ماهرین نفسیات مگه 3 سالگی پیش درو اولاد کرکتر چه تیار مشدن امزو خاطر است میگه اولاد که حتی 2 ساله هم اصلا اون لباس های نیمه اوریان و برهنه ندید جانب اولاد 2 ساله پوشیده لباس بدین چرا؟ چرا؟ چون شخصیت در رو جور شده ریه اگر تو از 2 سالگی 3 سالگی حتی از 6 ماهگی اگر تو در جان اولاد تو امزی رنگ لباس های برهنه و لباس های نیمه اوریان کری این شخصیت که قدم دی لباس ها جور موشه از او بعد وقتی که می دختر تو کرده شده از او بعد این دل چی می خواهد که اندام بدن خور نشان ده اشوگری خوش در از او بعد خود خور نشان بدن در از او بعد خوش شمایه مور از او بعد خود خور نشان ده امروز امی دختروی نادان و بی تربیت که با پدر و مادرایشان خوب تربیت نکده اینها را و ادب یاد نداده ادب لباس پوشیدن اینا را یاد نداده حیا اینا را یاد نداده عفت اینا را یاد نداده این اینا را از مایده مایده تک چوک بدن خور نشان داده رو شروع مانه چرا؟ چون به خاطر ازی که از رزدگی اینا را میرندن تربیت کده ادب لباس پوشیدن را یاد نداده ادب برخورد با نامحرم را یاد نداده از رزدگی این دختر وقتی که کتر شده خوش کرده که ما خود رو نشان بیدم متاسفم اینه امروز عزیزان گرامی حتی در دنیای غربم که شما بولین تو خرید در خلاف برهنگی داد مسلحین دنیای غرب بار شده شرشورشن بلند است دکتر هایم جینیت رو بولین آرتیکلایشن رو بخانید در خلاف برهنگی و در خلاف اوریانی چی چی دایی در اونه میرسن دانشمندان و ماهرین نفسیات دنیای در سر و سرای که بلند شده از خاطر ازی برش نگی امی گدیایی که تیار موشه دنامی باردی دنامی نمی دنامی پر دوسری دنی دیگم بود نام تو زیم مبدر شده امی ناکی تیار موشه درست اول از دنیای غرب تیار شد از تمام اولا که در خلاف ازنا آواز بال شد از خود دنیای غرب آواز بال موشه گدیایی تیار موشه که لباسی بر امی باردی رشم و توخ لباس های نیمه اوریان در جانب است اندام بدن که پول پیدا است متاسفان اول نه آواز که بال میشه از دنیا غرب آواز بال میشه چرا مگه توی دخترو را یک دختر 3 ساله از رزدگی در او قدر زی گدی بازی را چون خود از گدی گدی نیه کتا خاطی ہے او در شکل گدی کیا قدر شده لباس های نیمه اوریان در جانب شده از 3 ساله بی در او قدر زی بازی قدر یه تو تصور منی این دختر چی رنگ کرکتر تیار منه دوبار کلام کشده تو تصور منی امدو خاطر یک دنه از ویدی شریف یک دنه بسیار مؤثر رایتر است از امریکا مگمه یک زمان قدر مادر گفتگو کرده مگه او مادر بسیار نگران بود چطور نگران بود؟ مگه ما دختروی مثلا 4 ساله 5 ساله دارم 3 ساله 4 ساله 5 ساله مگه یک روز دیدم که اینا از دون خانه میکپ کردن مگه لباس هایی که بخش بودیایی که مخریده بودی رفته قد بابی خمدون در لباس هایی که کلانا در دنیای غرب مرتبری در لباس ها را امونا را خریدن مثلا فرض شد والا بعض مذرت اسکرد پوشیده مثلا اشتینا لوج بریدن میکپ کده عجیب و غریب شکل صورت یاد کدن مگه در برو رفته ددانی فوتپات پیش خانه ایسا شده قد بچه های همسایی از مدرو لینی یہ کی در ہوگا یہ ایک مادر کی در دنیا غرب در امریکہ در زندگی بنا او امادہ قد ازی بندی شریف کی ایک روانشناس و ایک سائیکولوجیس اس سر قد ازی در او درد بین منا مگما خانے میں خراب کرما چکار کرنا دختر یہ سمت یہ سار سالی کی در ایک قرار منا ایک ایک در اجد سالی چلا ہوئی ایک خانے کی خرابا ما چکار کرنا یہ تمام سان آثاری کی ہے آثاری برہنگی ہے مادر اگران خود رزدگی دختر کو خود کمی تر بار ہوتے کی اون روز وہ خوش کرے شخصیت جو میں رنگ جوڑ جو رہا کہ خود پر میں خائے نشان دے سر پر ایک خطی آمونی دختر سر پر ایک خطی آتی کی دختر عجیب و غریب
دخترهایی که نیمه اوریان هستن، دخترهایی که لباس خوبی به جان نمونه، اینها معمولا شکار انسانهایی میشه که در بیماری به نام جنون جنسی مبتلا هستن. اینها معمولا ویکتیم دی ایلند آدم ها تیار میشه. جنون جنسی یک بیماری هست که ممکنه یک بلوک مردها داشته باشه اما خبر نموشه خبروشه. تا اون زمان را خبر نموشه تا زمانی که ایبو قدیب تا سین برابر شده که یک تحریک کنه، یک مجبور کنه تا حمله کنه با ویکتیم از خود شکار کنه، شکار از خود برایش حمله کنه با تجاوز سه. مثلا چی؟ یک دنه از اساتید از مو ماهر نفسیات بوده، اون گفت یک روز یک زن اما یک مادری پیش از من در حالت گریه بسیار پریشان بود. اصلا نمیتونی سوال جد بزنس بسی گریه میکنی. بگم ما وقتی پیش آرام کرد گفت خب داستان چیه مادر؟ در باره دختر خو نگران بود. گفت خب قصه چیه؟ گفت که دختری از من مثلا شاید 7 ساله 8 ساله دختر است، لیکن گفت کم ذره اما باریش استرتر باریش از دیگه دخترها بده کم کلانتر است. مگر این وقتی که در خانه امه و مورد وقتی که واپس نمار ایگو قید من میدیدم که دبره بعضی از جاهای بدن چی انتر کم ذره نیلی شده کبود شده. برماش وقتی که پرسان مکرد که یکی بدن تو چی شده؟ مثلا مگر دختر امه من چنکو کشده یا نیتر شده؟ این مگر اولین در که ما دیدم مگر خیلی زیاد نگران نشده. اما به یک روز مگر وقتی که خود ما دختر رو در حمام بردم برای اینکه حمام بگم کنه دیدم که یک جای مخصوص بدن که بسیار بدنمنده میشه. اون چه موقع دیگه ما فهمیدم که جای چنکوی یک دختر ریزه ایه. این جای چنکو هست زنده ایست. اینا خوب توجه کنید از ایزان زنده. در این درد ممکنه هر مادر دخترش مبتلا شد. هر پدر ممکنه دخترش مبتلا شد. مگه ما خیلی ترسیر رو چیم. مگه از بس دختر رو پریشرایز کردم کار شدم تا که بو به چی کار شدم آخر مرو دختر مجبور شد. مگه الله اکبر نستجیب بالله. مگه هر دفعه که ما در خانه امنی خمور شوی امنی از ما این کار رو از ما بود الله در حالی که شوهر امنی این زن مگه در حالی که شوهر امنی از بسیار یک آدمی نمیدن معتبر ظاهر و صلاحی است مگه اصلا ما در وجم و گمان من نمیدن که امنی این کار رو کرد اما بلاخره دختری آفتشتانه دروغ نمیدن فهمیدن که دروغ نمیدن. بعضی آدم دید جنون جنسی مبتلا هست اون خود چه خبر نباشه مو هم خبر نیست که جنون جنسی مبتلا هست اما راه محفوظ ایشتن دکتروی از مو علمی که لباس و این استاد برسان مکرد مگماش برسان تن که تو دختر تو چیره لباس ها موک شد مگزو بعد وقتی که دفاعی کرد توضیح در که چیره لباس ها موک شد ناف تو مادر تو خود بی بلا بسن دختر خود این لباس هایی که تو تدن جدان چی بگید اول تو استرکچر بدن دختر تو کلانه بس لباس های نیمه اوریان در جمع شده دید لباس هایی که بدن نمای در جمع شده خود بی بلا بسن شده بود عزیزی ادم لباس پوشیدن را یاد کنی دختر تو را اینی اصلا زانی گرم این اگر مو یاد ندادیم دخترو از ما زرزگی نیتر اصلا اون انده تربیت کردیم دخترو خود که بجای از این که دختر اندام بدن خود نشان بده زیبایی های فکری و روحانی و ایمانی خود نشان بده فطرت پاک خود نشان بده انسانیت خود نشان بده اینی انده تربیت کردیم دختر را که وقت اگر دختر که یاد بگره که ما انسان استم قبل از اینکه ما زن باشم ما انسان استم و انسانیت از ما همه چیز که بالاتر است ایمان از ما همه چیز که بالاتر است فطرت پاک توحیدی ما همه چیز بالاتر است این وقت وقت که اسخانه بدر شده نه حجاب کامل اسخانه رعایت کرده بدر میشه چرا؟ چون مگه ما خبرم اگر ما حجاب کرده برو بدر شدم انسانهایی که برو را میشه فطرت زنانگی من نگاه نمانه بلکه ما در عنوان یک زن نگاه بخش دلوان یک انسان نگاه بقول یک انسان در رحمه اما اگر زنی که بدی ایجابی که در سخان برو بدر شده هیچ کس نمو یک انسان بلکه بقول خود یک در زن در رحمه و در او کلی سیگنال نشان میده که پای نظمان استفاده کنه اینی رنگ تربیت کنه انسان پای نظمان کنه عدد احساسات را کنترول منه اینی قواعد شخص انسان کنه یک سلوات بخانه بر محمد چرا ما مادر در روز زیاد نبارش بحث کردن یست چون گفتیم که مادر کوه احساسات است مادر کوه زن کوه احساسات است زن و مادر اگر بیتنه احساسات رو برش کنترل کنه هیچ معلمی هیچ مربی هیچ کوچی بهتر از مادر نمیتر اولاد رو تربیت کنه
یونیورسیتی، هیچ حوزه‌ای، هیچ مدرسه‌ای، هیچ کالجی، هیچ اسکولی نداره که قدر مادر برای در اولاد تحصیل گذار باشه، اثر انداز باشه. مادر خودش یک یونیورسیتی است و اسکول‌های اسلامی هم باید مادر را برای تربیت اولادش باید کمک کنه. کلاس که لگه اسکول‌های از این روز باید برای پیرنس باید مختلف کلاس ها باید بیده چیرن رو باید اولاد خود با ادب تربیت کنه. چارچوبی که روش رفتاری خوبی که ما نامش اشتیم ادب و چی است که ما باید بچه خود یاد بدیم که از این خطر ها و محفوظ باشه. باید کلاس ایست شما برای بچه ها اما این روز متاسفانه در اسکول‌های از ما تعلیم هم وجود نداره. تا چی رسد تربیت تربیتی وجود هیچ نداره برای اولادا. تو بعد تو توقع داری از اسکولا تو باید برای قدر مادر چی کلاس بیلا اصلا و ابد اصلا در این وادی های شیعه از این دیجه این وادی های شیعه که باید قدر مادر را محارت اولاد و تربیت اولاد یاد بیر اصلا در این دیجه چیزانی هم متاسفان اسکولا یاد مادر باید برای احساسات و عزیزان گرامی کنترول کن. چون مادر از کن زن کوهی احساسات است. شما شنیدین که موقع نقل تحفیل زنا غیبت کدوی؟ البته نمیدن مردم موگه دیگه مو قبول نداره انشاءالله که اوکر نباش اما بالاخره مردم موگه دیگه موگه نقل تحفیل زنا چیه غیبت کدوی؟ تا چهار در یه شیبه در ششه بیشن و شروع مونه دیگه آقا این فلانی این کرد که فلانی اون کرد که اگو چی پیش از تو کدوم بریکینگ نیوز نمانده دبا اگو هم سایه تو دبا اگو رشتدار تو کسا اگر از تفو که شیر تو کار کنی مو پاس شروع کسا اصلا مورد آیا امکان داره که شیگو زن ایگو بریکی نیوز بایه و او دبنی خود مورد کفصه ای خلاصه سینه تو حفظ کنه و نگر مردود اصلا امکان نداره. ما مورد بچه امکان داره زن که عدد داشته باشه برای احساسات کنترل داشته باشه این زن نمونه، این زن فاش نمونه، این غیبت نمونه. خیلی اینفورمیشن پیش از اما یک دلیش قدیل زنا شیر نمونه. هرچی شیر مورد آقا سلام فلانی ایکه فلانی چی خبر؟ مورد خوب خوب خدا شد از فلانی چی خبر؟ از فلانه از خیر چی خبر؟ او خدا رو شد اون خوب است. هر چیزی زمان شد مباله نمو رو بنده. چرا؟ چون یک زنی با عدد نیست. به احساسات رو کنترل دار. احساساتی شده چون تمام زنان رو بابا بوگی اگر خبر داری بوگی نال اگر بودی نقل محفل تو تیار نشی شمع محفل تو تیار نشی تمام گیر رسو جم نشه بوگی خیلی کم مردو طرف تو توجه نه اینال اگر اتنا بریکنگ نیوز بوگی بام بری اینجا منتظر بشه تمام طرف رسو توجه نه. اما چون با عدد است نموگا این زن غیبت نمون. اما اگر متاسفانه یک زن بی عدد باشه برای احساسات و اگر کنترول نداشته باشه خب آه یک زن بوده خب قانون چی خبر از فلانی چی خبر آن بوده یاد ایش بود رسمی درست خبر نی همسایه چی کار کرد رسمی خبر نی که فلانه اشتغال از اون درست چی کار کرد باز شروع بشه از اون باید کمپیتیشن میلن من این ویدیو یک از دیگه بیرا بریکی نیوز که بالاتر یک بریکی نیوز ها گفته رهی پس نمون نازه بیرا باز شروع یه دیگه خلاصه علی اوضاع و احوال جامعه او در شده که وقتی که به من خانه ایگو قد زنی آدم ایگو خبر را آدم میده آدم مجبور میشه که پسان کنه که خانم همین خبر را که تو در اون از من میدی از ایگو زن شنیدی از ایگو مرد شنیدی شون اگر از ایگو زن شنیده باشی معلومه که زنا چون مریع عشقازی بسیار ماهیر است دیده میشه مساله و مورد مساله دیزن و صفره را چقدر خوبصورت میشه و از این قرار اینا ایگو خبر منفی هم که دماره ایگو کسی لاشونه خوب مورد مساله داده خوب اون را تزدین داده برای تو پیش شده لذا آدم باید پرسان داده که از ایگو زن شیده یا از ایگو مرد اگر از ایگو زن شیده 50% شیده باور را ویشی خلاصه خیالات خود شیست ویشی هم مورد مساله های اضافه های خلاصه یعنی حالا خب عرض کردم اگر زن معدد باشه اون هم نزید کارا و زنان کرد اینا البته خب خیلی زیاد درباره خانوما نگیم که اینا نصر صفحه خلاف و جلوس بر نکنم که فلانی کسی فقط در خلاف زنا مورد نه چرا ما زیاد مادر را به زن را در مورد بحث قرار بود چون عرض کردم محور تربیت در منی خانه کیه مادر است اصلا اولاد را مادر تربیت اولاد را در منی دامن مادر پرورش و ادب مؤدب دارم همزو خاطر ما در او بیشتر در باره خانمان محترم در او صحبت کرده است خب احساسات کنترل کدو چرا همزو خاطر وزی خاطر ممکن که مادر مهم استن چون احساسات کنترل کدو برای مادر خیلی سخت است برای زن خیلی سخت است برای مادرها احساسات کنترل کدو خیلی خیلی سخت خیلی آسان است مثلا ایک وقتی از آدم پرسان میشه که بچه ایده که ما در سکول داخل مونی
همو کیجی والا کلاس ون والا تیچرانش مرد باشه خوبه یا زن میل تیچر باشه یا فیمیل تیچر باشه خوبه و جوابش باید گفته شده که نه اگر بچه میل تیچر باشه بهش بسیار خوب است تیچر مرد باشه بسیار خوبه البته تیچر مردی که مرد باشه بچه رو مرد بودن یاد میده نه اون تیچر زن اگر باشه تمام روز او یک گپ شد و خشیم کده گیریه مونه صبح روزی بچه خشیم کده گیریه مونه غی نور روز و غی نور زیش روز و و اصلا بچه مرد بودن بهش یاد نگه خوشش کنم تیچر چه یک مرد باشه خب بس بگد نه اگر او تر باشه مگه عجبا مگه او بچه خوش بار باید ارس مخرا باز وقت نه عزیزی من مگه بچه نیه مگه قرار نیه او مرد بیار شد مرد باید مرد بودن رو یاد بگه عزیزی من مرد باید مرد باشه زن باید زن باشه البته زن در مقاطر یک مرد نامهرم باید مثل مرد برخورد کنه آنی است اما در بلی خانه یک زن باید مثل زن باشه مرد باید مثل مرد اما متاسفانه بعضی از مردها عجب خوی زنانه و دخترانه در خبر نداشته عجب خوی زنانه و دخترانه بنده خدا تا مورا مثلا میدادی قشبشش نمی یه لب شوزوه چی شده؟ قد زن رفته جنگ دادم و چی شده؟ اون زن مامر خوش ده دختری تو چی تو؟ کی تو تو یک کرده بنده خدا؟ زن تو خوش نده تو من خوش دو بلی؟ زن مامر خوش نده؟ ای چی شد؟ تو باید مرد باشی، تو باید محکم باشی تو باید مثل کوه باشی، تو باید زن را محبت بدی نباید که یک دفع زن قدر تو تو روش شد کن تو از باری را جه جه کنی تو اون زن کنی تا یک چخش نموشن دبل نده بغیر ای که ای که اون زن را این قدر شمار خواهد بستر از تو مرد ریشی نیست باور کی؟ این موضوع یک از کلانترین مشکلاتی که در مره خانواده ها وجود داره نمیه تا یک چخش نموشن من زن زن شوهر آن شده فورا شوهر پیش در بغیر نانه ایگه نانه زن مهیل که گفتار امی زن مهود که گفتار امی شفار به چپلار در پس گوش شدیدن بود تو مردیکا شده تو خود سامان بزن بوره چرا پیچه از ماه بی؟ رزگیتی همی تر تربیت کده شیره امی تر نازو نارجی تربیت کده تمام از کزانا شده شیره خود خود روی بلا رسر شو کسیزی خود روی بلا رسر شو مرد تربیت کم مرد را که فیصله های زندگی خوبی تنه مرد تربیت کم بچه خورا که مثل کوه بری سر فیملی که ساده باشه احساس امنیت کنه در زیر سایه تو یک نظر در زیر سایه از این مرد احساس امنیت کنه بابا تو تو گزما گدم زن داری تو کی نشدی من اینی است عزیزانی گرامی لحاظه عدد عزیزانی محترم معلم بچه باید بچه چرا شما کن مرد بودن یاد بید و ارز کردم احساسات رو کنترل کنم خب یک روایت رو ما بیخانم خیلی دارم چایمون بیر شده یک روایت هم به خانم تا تو شما نگیم که گواهی تو دروی حواس ایو پشتمانی روایی و حدیثی نداره اما روایت هم که در اولی سرنامه کلام برای شما ما تلاوت کردم از آقا امیر المومنین آقا امیر المومنین علیه السلام بفرماید مغزت نفس این در رقب و رحب من افضل الادب مغزت انسانی نفس خود خوره احساسات نفسانی خود خوره در زمانی که ترس خورده و در زمانی که خوشحال شده در زمانی که یک چیز خوش شیماده در اون زمان و در اون زمانی که ترس خورده از یک چیز بد شیماده فرار مونه نفرت مونه اگر دیندی تو در حالت انسان برای نفس را تو کنترل داشته باشه این بهترین ادب است اما گفتم که بعضا مو یک مقدار برای صحبت کردن میگیم چه یعنی ادب بهترین ادب او جایی است که انسان برای احساسات چی داشته باشه کنترل داشته باشه انسان گرامی این روایت از امام علی سلام الله علیه از یک زن متوقع داره که یک زن اگر در بازار رفت تا یک کالا را دید و گواهی چقدر کالای خوبصورت چقدر کالای خوشگیره ما می خواهیم از اون افر کنه برای شوهر این کار را باید یک زن کنه چرا؟ چون ساختار و استرکچر روحی و نفسیاتی زن نمیره اون نمیره به احساسات و کنترل نمیره کنه اون نمیره کم و بیش باید زنهای زی قرار کنه اما امروز خاطر تو که مورد منی روایت داری البته ما این روایت را نمیخوایم بیان کنیم تا خرچ برادرای عزیز از ما شوهرها زیاد شد ما روایت داری مغمزه خاطر یک شوهر باید برای هر ماه حداقل یک جوره کالا باشه زن کنه منی روایت عزیز امام باقر سلام الله علیه مگه یک روزی حالا شما تو که زن شوهر رابی بیش امام باقر سلام الله علیه مگه یک روزی در خانه شیشه بودن یک کالایی بسیار عجیبی پوشیده بودن رنگش تقریبا سرخ نو کالا یک از اصحاب شو درونی خانه موره کاری ضروری داره در درونی امو پیش کمره که خود امام باقر میشنه اونجا رفت بودن از بس کار ضروری بود تا
تاکی امام باقر گفت رای امام یبن رسولی چی رو گفت کالای شما خوشتی؟ من رسولی گفت این زن مایی کالا رو برای ما خوش شده هم تو خاطر چون زن مایی را رو خوش شده ما خوش شده امام باقر سلام دارد پس زن روی زن تو برای کالا رو خوش شده اینه قدر دفیر کشیست اما متاسفانه خیلی از مرها در این سوسایتی از این اصلا در ظاهر خونه گرسید اصلا من باقر الاسلام دارو در پسند زن تو کانا موشن اما از این تو خو متاسفانه مردها در منی خانه او رنگ می دشتر که به خدا قسم کرد جو دختره رنگ موشن تنبان چو خدا چی رنگ رکی بنیان سلاخ سلاخ پارا پارا که موی ایلو بیر که دیگه شلو بیر ریشا ایگر نگر بروتقا در منی دان رفتن زن کرد شو در تو خو رو چیش مهد چرا تو در ظاهر خونه میرسی؟ باول کی؟ من روایات از مو تاکید شده اینا روایت است که زنی گرامی مگمان که باید در ظاهر خوب این سطلات دیری زنی که بکر که مردی خیلی نره من روایات از مو است یک از اصلا مو قصه مو کرد مو گفت یک بنی زن پیش از ما مرد باید 30 سال از شوهر مو طلاق بیفتر باور شما ما ایلت طلاق چی چی بود خبری چی بود گفت از خاطر چی طلاق بیفتر گفت از خاطر بوی بلی دهان شما طلاق بیفتر 30 سال گفت من تحمل نداری صبح سری صفره تمامی خانه درده مغمر از هر که شما گفتون قابل علاجه یک دفعه پیش دنتیس برو علاج موشه من تو صفایی برو علاج موشه نرفت 30 سال مغمر دیگه تحمل آخر طلاق رفت از قدیر بی بری بخنش باور چرا؟ اصلا من روایات از مستر امام صادق سلام علیه فرمود انسانی که مسواک نمونه اصلا آدم حساب نکنش اینا روایاتی بهداشتی و صفای سکرانی است که دمانی احادیث از موزی زانی کنیم واقعا نمیتر است اینا رو باید طرف چی توجه داشته باشیم خب دو دن نکتر ما مندن اینا رو خدمت شما عرض کنم زحمت شما تمام چای بسیار زیاد شده زن پس مو عرض کردیم که احساسات رو باید چکار کنه کنترل کن البته مردان این میره گئی ها دمانی خانه مثلا فرض که زنوات قریبی و جنگ هم زن باید بر احساسات کنترل کنه هم مرد باید بر احساسات کنترل کنه غلبه داشته باشه چرا چون بچه ها میگرنه بچه اگر بینگرنه مادر بر احساسات کنترل کنه عدد یاد میگرنی زن میگرنه خب کدام کدام احساسات مادر با مخصوصا مادر باید کنترل نکنه برش عرض کردیم کدام احساسات بود احساس محبت نسبت به اهل بیت نسبت و طهارت نسبت به خدا نسبت به کارهای خوب نسبت به عبادت ها نسبت به چیز از زن نباید به احساسات کنترل کنه باید نشان بده مثلا یک مادر مایه مگم آجه ها ما چی کار کنم بچه نمازخان بر هر چی کشه مگم سو شام شده مگم پیش خوشی میخانو نماز نمیخان خب مادری گرامی به جای از اینکه تو باید از زبان از خود سو تشابه تو خسته کرشه بگی که نماز بخانو نماز بخانو نمیخانه تو بیا نسبت به نماز و عبادت اظهار عشق کنو احساسات محبت آمیز از خود و نسبت به نماز یاد اولاد میشن مثلا سود درو کار بری گوازده بوده گوازده این بلی روز بشه وقتی ازان بشه بگی وای چی قدر خسته شده برو چادر نماز خوشده بزو گرفته دور کرد نماز خلاصه نماز زور بخن تا آرامی شخصی کن برو دو بعد قشنگ آماده شده برای نماز چادر نماز بهترین خورو بوبش اتر بزن سجاده خوبصورت را آوار کن نماز را قد توجه بخن از او باید دیگه خدا را شکر چی قدر آرامش پیدا کنه اصلا دین من نمیشه بری سجاده بلند شده دختر و بچه که قرار تو را نگاه کنه مادر آی مگه نماز چیه؟ که مادر من این قدر عاشقانه داره میکنه از او باید اصلا از او باید تو خونه بچه که قد دختر تو هم در کنار رو در قرمی که من نماز سنده رو شکنه بعضی از خانواده ها را موی دستر را داره اپلای کرده جواب بده بچه هایش نماز خان شد اظهار محبت کنه نسبت قد عمل تو بیا بچه را نماز خان کنه عزیزم اینی اظهارات رو نشان میده اظهار رو نسبت به اهل خوب کدام احساسات را باید اظهار نکنه در بری اولادها از کم اولیش است که اظهار نفرت خوره که در زمانی از شوهر بکی جنگونی احساس ناراحتی خود نشان ندی نسبت در بری بری اولاد خود کنترول کنه باید اصلا در مانی روایات از مست زنی که شوهر بد اخلاق را کنترول کنه و قد از او تحمل کنه ایچ مجاهد فی سبیل الله است ایزم مگنه جهاد المرأت حسرت تبقل جهاد یک زن امی است که نسبت به شوهر تو اشوازی کنه خلاص این جهاد چی است؟ نه کنترول تو تحمل کنه عزیز من تو به خدا قسم اگر احساسات تو وقتی که جنگ مانی قد شوهر تو تحمل کنی بچه تو از تو عدب یاد میگه این بچه عدب یاد میگه دیگر کدام احساسات رو نشان ندن زن باید اظهار نکنه احساسات رو در برابر مرد نامحرم عرض کنیم
در برابر مرد نامی هم از آواز و نازد نکو خود رو نشان نکی پر بجابی نکنو اینی کار را در تو کنی دختر تو اسمو یاد بگر صبح رو دختر اسم خیال یاد بگر کوشش رواج تو خوب بوش این نای عزیزان گرامی لحاظا عدد یعنی عزیزان گرامی احساسات رو را کنترول کردن اگر ما اینه را داشته باشیم بسیار در همین هایی که ما خودکشی مونه دوانا خودکشی که مونه آدم های بیادر ولی خبر از اینا باید بیرمیسه که این خبر یک دانه بیادر بود خودکشی کرد چرا؟ چون رو از قدیم عدد یعنی کسی عدد داره که برای احساسات خود بنده خدا برای احساسات خود کنترول نکنیسته شکست خود رفته خودکشی کرد تمام شد چرا یک دانه بچه رفته چرسی تیارمش محتاط تیارمش از خاطر از اینکه اکثر از اینا برای احساسات خود کنترول نکنه یا از خانه ای بو او در اینکه فیلیز برای زنا مایا یا از خانه ای بو پیشه برای زنا مایا یا از سر مستی برای درست میشه دوباره بیزی اسکندر یه دلائی خیلی تقریبا دیزگاه 20 تنه دختر انوال بودن اکثر از اینا نه غریب بودن نه نادار بودن نه ایکو مجبور بودن اکثر شد اکثر مستی رفت بودن کارا بودن دوباره درست آیس مبتلا شده چرا؟ چون از منی خانه اینا را مؤدبانه تربیت نکردن اینا از خانه برای احساسات و کنترل دادو یاد نگرفتن احساسات رو برای کنترل نکردن دیر شم خاص بر بسری کردن رفتن بسری کردن کام شدن اینی از سر نزانی کردن لحاظا از منی خانه باید بسر احساسی احساسات و کنترل دادو رو باید یاد بگیر اینی بلاها اینی مشکلات حل میشه دیگه از یک دانست جوانهان خبر که این شاید شیشتا یا شیشتا مواجهه هایی پیسی ادر رو تو بازگیری بسیار بورینگ است ما خبر نیم کجایش بورینگ بود مگه این مفید نیه تو در جای ازی اینی رو دوباریش بال کن از از ایمان این شیط تمامی بدبختی کامی بیاده بیه کام یک گلچه که بریش بود آیا واقعا شما تصور نمونی که این شیط تمامی بدی هم بیاده بیه آیا شما تصور نمونی که از منی خانه اگر بچه از آفتا 14 سالگی را مؤدبانه بار باید روش های تربیتی و روش های رفتاری خوب در زیاده نشونه آیا شما تصور نمونی که این بچه یک مثل دسته گل بری دمره جامعه قدم میده زبا تمامی بدبختی از یه سر انتی بیادبی انسانی بیادبی که مهم نه اون کانسپت که شما داشتی نه او بیادبی مهم او عدد را مهم که زیدی دوشا و فازن نو دمره زید شما ایجاد شد تازه شما فهمیدین که ادب چیز نموگه اینی رنگ ادب را اگر ما داشته باشید به خدا قسم دنیا گلی گلوزار است خیلی از مشکلات و مسائل انسان حل میشه انشاءالله که خدا تمام مزمور توفیق بده خدا خود متخلق کنیم قد آداب الهی و خدا تمام پدران و مادران توفیق بده که بچه های خورا مؤدبانه و قد آداب مخصوصا قد آداب الهی تربیت کنیم انشاءالله و در خانه اهل بیت عصمت و طهارت در او در شب عاشورا نزدیک شده رویم عزیزان این شب این روز روزی پنجم ماه محرم الحرام بود فقط چهار پنج روزی دیگه تا عاشورا مانده تا شب عاشورا البته این سفره تا آخر سفر آواز دو ماه این سفره غم آواز تا دو ماه را مو مهمان سفره عبدالله حسین علیه السلام است اما بستگی داره که مو تا چی حد را از این سفره پربرکت استفاده میتن شب عاشورا مو شما تمام از ما بیتنیم اصحاب امام معصوم باشیم لحظه باید بودیم از کربلا یاد بگیریم که اصحاب ابی عبدالله چی رنگ برای ابی عبدالله جان افشانی کردن جانهای خود فدا کردن مگه شب عاشورا وقتی که ابا عبدالله حسین علیه السلام همو جمله ها را فرمودن که بورین ایناد از ما کار دارد شما کار ندارد از تاریکی شب استفاده کرد بورین از قدم دیشب که اولین کس که سکوت را میدکت آقا بلفضل عباس علیه السلام که یا باب الله بعد شما ما کجا شد؟ بعد شما اصلا دیگه زندگی معنایی شده اصلا بغیر حسین زندگی میتنه انسان ابدا اونمون چی مگه یکی دیگر از اصحاب یا باب الله حسین علیه السلام دلان سعید ابن عبدالله حنفی
شروع کرد سخنرانی کردن، شروع کرد اظهار احساسات کردن نسبت به اهل بیت، یعنی ادبی در مقابل اهل بیت. اما جمله مشهور معروف را که میشنویم که اصحاب عبدالله یک درش گفت یا عبدالله اگر مر 70 مرتبه بخشد قطعه باز دوباره زنده کنند و باز خود قربای شما فدا کنی، این جمله را علمی سعید ابن عبدالله حنفی مقدر امام حسین سلام الله علیه و یا عبدالله ما شما ایل کرنی نیستی، ما تا آخر قطره خون خود پای شما استفاده هستیم. یا عبدالله الله معرفت را میبینین شما عزیزانی بنا؟ ادب را در مقابل ولی خدا میبینین شما؟ مگه فردا روز عاشورا که مشه، مگه در وقت اذان ظهر و نماز ظهر برسد، امام حسین سلام الله علیه اراده مونم که نماز ظهر بخوانه، مگه خود ابا عبدالله حسین علیه السلام حکم مونه، مگه سعید ابن عبدالله و زهیر ابن قیب شما از دو باید روی بروی بستاد چین ما نماز بخوانه؟ نانتی دشمن هم که درو ابا عبدالله رو نماز خواندن نمیده. الله اکبر. وقتی ابا عبدالله حسین علیه السلام نماز و شروع تکبیرت الاحرام رو بستن الله اکبر، مگه دشمناتی باران رو شروع بنا. سعید ابن عبدالله مقدر بدن از خود درو تیرها رو روک کرده ریستن، مگه این قدر تیر در بدن عبدالله سعید ابن عبدالله مخرج، مگه دو چون نماز خوف درو میخانه امام حسین درو دیگر، مگه در دوران نماز امام حسین کم شور مخرج که بی این لبا ماین بی اون لبا مرکم پیش از جای تو حرکت بنا، مگه سعید ابن عبدالله که امام حسین قاتی شور مخرج تا نکنه یک دنه تیر از بای بدن ما بدن شده به حسین فاطمه بخورد، قد بدن خود رو تیرها رو رفت بنه سعید، مگه آخر یک قدر تیر به بدن شو مخورد که رابی مگه روی بروی امام حسین مخورد به بره زمین کربلا. امام حسین سلام الله علیه نماز رو ختم کرد، مگه سر سعید رو بره بغل خمید ره، سعید هنوز آخرین نفس های خود رو میشه چی بوده؟ امون جمله ری که تمام شهدای کربلا تقریبا بود میفر عرض من اوفیتو یا عبی عبدالله، یا حسین از مرادی شدین؟ آیا ما وفا کردن یا عبا عبدالله؟ الله اکبر الله اکبر. سعید جانانه جان خورا برای حسین فدا کرد، راوی بوده برای بدن سعید وقتی ما حساب کردی 13 دنه تیر برای بدن سعید پیوز شده بوده، برای صورت چی برای جسم چی برای پای چی 13 دنه تیر برای بدن سعید ابن عبدالله و حنفی پیوز شده بوده. ما دیگه از ابجاد برای سعید روزنه نخوام، اما ما قد سعید یک حرف دارو، ما قد سعید ابن عبدالله یک جمله دارو. سعید ابن عبدالله شما برای بدن شما عبدالله تیر خورد، اما بعد از چند ساعتی مولای شما در من سرزمین کربلا تنها من نبود، در آن در من خیمه بنی هاشم مرد، گاهی در من خیمه اصحاب مرد، دشمناتی به حسین تنها من در امزو من خیمه اصحاب و بنی هاشم در آن مرد. نانا جیما حکم کدن عشقی آنا که تو زانو شده دیرهای خورم دیگرین هدف دیگر کیا حسین تنها و غریب را این قدر دیر باران کدن، مگه حسین پشت حسین بوده مثل خاک پشت یار شده بود، این قدر دیر بر بدن حسین بود. ما از یک دیر فقط شما رو بگم عزادارا، یک دیر را لوزنش میخانم، مگه وقتی ابی عبدالله علیه السلام از شدت خستگی یک جای شیش میخواست پیشانی مبارک را عرق شیر صاف کنه، الله اکبر، مگه دامن مبارک را بال کرد که پیشانی را عرق، البته عرق را نه بلکه خون پیشانی را، چون مگه یک نانه جی بکت سنگ بره پیشانی حسین سر خون از پیشانی جاری شد بره چی با آمد حسین علیه السلام خواست خون را قد دامن خساب کنه، علی که پیراهن را بال کرد سینه مبارک پیدا شد، نانه جیم یک تیر را به سمت حسین رایی کرد که سه خصوصیت داشت، اولی که تیر را زار زده بود، دویم تیر بسیار در تیزایی نمد و سیم تیر سه شعبه بود، مگه
حالت خو دمنه روگی خط لگا مارا ای خو یک دره تیر بود حسین از بدن خو کشید اما او تیرهایی که برای بدن حسین بود حسین قدر ضعیف شده بود نتونست دیگه تیرها را کش کنه اعلان شما تصور کن حسین قدم زی تیرها برای زمین کربلا و گرها برای بدن حسین چیکار کنه باشم تیرها قد بخدا الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون